ما هر روز با صدها میکروکامپیوتر، میکروکنترلر، پردازشگر، CPU، میکروپروسور و به طور کلی با قطعه‌ای به نام پردازنده در ارتباط هستیم. این میکروکامپیوترها یا به عبارتی دقیق‌تر میکروکنترلرها دنیای اطراف ما و تجهیزات الکترونیک رو کنترل می‌کنند. میکروکنترلرها به صورت سیستم‌های تعبیه شده در دستگاه‌ها، درون خانه‌ها، خودروها، کارخانه‌ها، ربات‌ها و حتی در دنیای پزشکی به صورت ریز تجهیزات یا ایمپلنت‌ها درون بدن ما قرار می‌گیرند. اگه میخواید با دنیای درون پردازشگرها آشنا بشید، اگه میخواید بدونید دقیقا نرم افزار درون یک کامپیوتر یا میکرو کامپیوتر به چه نحوی روی سخت افزار عمل میکنه و کنترل اون رو به دست میگیره، اگه میخواید با زبان اسمبلی که نزدیکترین زبان برنامه نویسی به زبان ماشین یا 0 و 1 هاست آشنا بشید، اگه میخواید داستان شکلگیری انقلابی ترین تکنولوژی دنیا رو بشنوید و روایت اون رو دنبال کنید، اگه از جویندگان دانش در عمیق‌ترین لایه‌های اون هستید، این دوره آموزشی رو دنبال کنید. در این دوره آموزشی ما شما رو به یک سفر در دنیای فناوری می‌بریم. درون میکروکنترلرهای سری AVR بیریم و بر اساس زبان اسمبلی آموزش خودمون رو پی میگیریم. از ساده ترین قطعات برنامه نویسی شروع میکنیم و اون رو تا بخش های پیچیده تر برنامه نویسی ماشین دنبال میکنیم. جزئیات سخت افزار و چگونگی تاثیرگذاری برنامه نوشته شده در درون اون رو با تصاویر مختلف و همینطور با استفاده از انیمیشن ها گام به گام برای شما توضیح خواهیم داد. برای هر نکته و موضوعی چندین مثال برنامه نویسی متفاوت رو خط به خط توضیح خواهیم داد. شما بعد از فراگیری این دوره آموزشی به سادگی میتونید پردازشگرهای دیگه رو از کمپانی‌های متفاوتی بررسی و با اطلاعات کسب شده در این دوره فرا بگیرید.
ویژگی این دوره آموزشی بررسی عمیق این سری پردازشگر هاست. شما با جزئیات زیاد و تکنولوژی های مختلفی و با اصطلاحات پیچیده ای آشنا خواهید شد. اگه شما علاقه دارید که یادگیری رو فراتر از نکات سطحی و تئوریک پیش ببرید و مسائل رو عمیق‌تر فرا بگیرید، این دوره به شما کمک خواهد کرد. اونچه که شما نیاز دارید کمی دانش برنامه‌نویسی، مختصری دانش الکترونیک و صد البته علاقه و پشتکار زیاده. به ما بپیوندید که به شما نشون بدیم که چگونه میتونید دنیای اطرافتون رو تغییر بدید. ما در قدم اول به عنوان پیش نیاز در چند قسمت در مورد مباحث دیجیتال صحبت خواهیم کرد. اعداد باینری، دسیمال، هگزادسیمال، کدهای اسکی، گیت‌های مختلف دیجیتال و عملکرد اونها، نحوه آدرس‌دهی قطعات دیجیتال، سازماندهی حافظه، انواع حافظه و آدرس‌دهی و دستیابی به محتویات حافظه از مباحث این فصله. در فصل بعدی به تعاریف اولیه و تاریخچه میکروکنترلرها و همچنین خانواده ADR می‌پردازیم. در فصل دوم از رجیسترها صحبت می‌کنیم، از دستورالعمل‌هایی صحبت می‌کنیم که در ارتباط با حافظه عمل می‌کنند، از معماری ریسک، پروگرام کانتر و اجرای خط به خط برنامه با شما حرف می‌زنیم. در فصل سوم از ایجاد تأخیر یا دیلی در اجرای برنامه و دستوراتی مثل برانچ، فراخوانی زیر برنامه‌ها و دستورات کار حرف می‌زنیم. در فصل 4 بررسی میکنیم که چطور دیتا از پردازنده به بیرون منتقل میشه یا برعکس اون، چطور دیتا از محیط بیرون از میکروکنترلر به درون اون منتقل میشه یا به زبون دیگه درباره اینپوت و آوتپوت ها حرف میزنیم. در فصل 5 از دستورات لاجیک یا منطق و دستورات محاسبات با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. در آخرین قسمت این دوره آموزشی نکات پیشرفته‌ای رو در مورد برنامه‌نویسی اسمبلی به بحث می‌گذاریم. ریتم آموزش و یکی از مراجع اصلی ما در این دوره آموزشی کتاب ADR Microcontroller An Embedded System Using C and Assembly از آقای دکتر مزیدی هستش. علاقه‌مند باشید، کنجکاو باشید، به آینده امیدوار باشید، با ما باشید در این سفر در دنیای فناوری.